ضدیتی خیش و تبار رفت آمد با خیش و تبار بهترین وسیله است. لیکن انسان های هستند که علاقه بین همدیگر را به سبب بدبینی، بحث و جدال، قطع سیره رحم، عاق شدن به والدین و پراکنده کردن آیله از همدیگر روی می گردانند. بنابراین به سبب های گوناگون این همه انجام می یابد، به مانند ضدیت بر میراث و یا شریک بودن در تجارت. و جوان پسر با دختری امه اش و یا خاله اش ازدواج میکند، و اگر زن و شوهر با هم کشمکش کنند، پس به آنها پدر و مادرانشان همراه شده با همدیگر دشمنی و جنجال را شروع میکنند. و اینچنین خیش و تبار به هم حسد میبرند تا او نیز در تجارت به مثل او فایده به دست آورد و یا در خواندن پسرش از دیگر خیش و تباران بالا باشد. و بالا دانستن فضل و درجه پسر خود از دیگر فرزندان خیش و تبار که آن سبب بدبینی همدیگر در بین برادران میگردد. بنابراین پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند: از الله بترسید و بین فرزندانتان عدالت بکنید. حدیث با روایت امام بخاری و مسلم. و از چیزهایی که آتش دوزخ را در بین خیش و تبار می افزاید سخنچینی است. سخنچینی این نقل سخنی بعضی مردم به بعضی دیگر و مقصد ویرانکاری و فسادکاری در بین آنهاست. حدیث با روایت امام مسلم. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند: سخنچین داخلی بهشت نمی گردد. حدیث با روایت امام بخاری و مسلم. و آن بدبینی های بین خیش و تبار با سعی کوشش مردانی که خواهان صلح هستند معالجه کردن ممکن است. الله سبحانه و تعالی فرمود: پس از الله بترسید و آنچه را که میان شما است به صلاح آرید، و اگر مؤمن هستید به الله و به رسول او فرمانبرداری کنید. سوره انفال آیت 1. و دروغ گفتن برای آشتی کناندن دو نفر جایز است که آن بر هر یک آنها می گوید که فلانی خیشی تو همیشه تو را به نیکی یاد می کند. و در حدیث آمده است که پیامبر صلی الله علیه و سلم چنین فرمودند: کسی که برای ایجاد صلح و آشتی در میان مردم سخن مصلحت آمیز را به آنها می رساند و یا سخن خوب بر زبان می آورد، دروغ گو شمرده نمی شود. حدیث با روایت امام بخاری و مسلم. و به هر دو طرف لازم است که آن صلح را با شریعت الله حکم بکنند. الله سبحانه و تعالی فرمود: پس چون در چیز اختلاف کنید، اگر به الله و روز قیامت باور داشته باشید، آن را به سوی الله و پیامبر برگردانید. این با اعتبار عاقبت بهتر و نیکوتر است. سوره نساء آیت 59. بنابراین خیش و تباری که با همدیگر اختلاف دارند، برایشان لازم است که همدیگر را ببخشند و باید از حق یکدیگر بگذرند تا صلح برپا یابد و گذشته را فراموش کنند تا مهر محبت بین آنها از نو پیدا گشته حفظ گردد. و با آنها لازم است که با حکمت و با عقل خود از بهفهمی دست کشند، زیرا بعضی آنها به سبب بازی کودکانشان با هم دشمن گردیده بودند و یا به سبب جنجالی که بین آنها در بازی های فوتبال و یا والیبال رخ داده بود که با هم دشمن گشته بودند. و به همه خیش و تبار لازم است که سخنان فسادکارانی که بین خیش و تبار با سخنچینی جدایی می اندازند تصدیق نکنند تا که پشیمان نگردند. الله سبحانه و تعالی فرمود: ای مؤمنان، اگر فاسق خبری را پیش شما بیارد، پس تحقیق کنید از خوف آن که به نادانی قومی را ضرر رسانید، پس بر آن چی عمل کردید پشیمان شوید. سوره حجرات آیه 6.